آسوشیتد پرس. مصر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و کویت در صدد تشکیل یک نیروی مشترک برای عملیات در سراسر خاورمیانه هستند. این نیرو وزنه تعادلی در برابر رژیم ایران است. برگزاری انتخابات میان دوره‌ای آمریکا. سازمان گزارشگران بدون مرز قربانیان 10 جنایت بدون مجازات توسط رژیم آخوندی را معرفی کرد. روزنامه‌نگارانی که در جریان قتل‌های زنجیره‌ای یا سایر جنایات آخوندها جان باختند. رای دهندگان آمریکایی پای صندوق‌های رأی رفتند. آنها رئیس جمهوری انتخاب نخواهند کرد، ولی تصمیم آنها می‌تواند تعادل قوا در سنای آمریکا را تغییر دهد. CNN موضوعات مطرح در این انتخابات را توضیح می‌دهد. آمریکاییان به چه میزانی از دست باراک اوباما و دیگر مقام‌های انتخاب شده عصبانی هستند؟ یا آنها تا چه اندازه از زنان و مردانی که برای حکمرانی انتخاب کرده‌اند راضی هستند؟ میلیون ها آمریکایی در روز 4 نوامبر پای صندوق های رأی رفتند تا در انتخاباتی که میان دوره‌ای نامیده می شود شرکت کنند. دلیلی که به آن انتخابات میان دوره‌ای می گویند برگزاری آن در وسط دوره ریاست جمهوری می باشد. نام باراک اوباما در لیست انتخاباتی نیست و صحبت از انتخابات مقام های ایالتی و محلی و قانونگذاران در سطح فدرال در واشنگتن می باشد. در این انتخابات 471 نفر خواهان انتخاب یا انتخاب مجدد در کنگره هستند. تمامی قانونگذاران در مجلس نمایندگان انتخاب و یا انتخاب مجدد خواهند شد. دوره نمایندگی دو ساله 435 عضو این مجلس به اتمام رسیده است. مجلس نمایندگان 435 عضو دارد که دوره نمایندگی آنها طبق قانون اساسی آمریکا دو ساله است و این دوره در پایان سال 2014 به اتمام خواهد رسید و از ژانویه 2015 مجلس جدید با قانونگذاران انتخاب شده در انتخابات میاندوره جدید شروع به کار خواهد کرد. در مجلس سنا انتخابات مقداری پیچیده تر است. سنا از 100 سناتور تشکیل شده است، ولی تنها یک سوم آنها در هر دوره دو سال انتخاباتشان برگزار می شود. ولی امسال به دلیل کرسی‌های خالی 36 کرسی مجلس سنا در این انتخابات به رأی گذاشته شده است. بعد از انتخابات چه اتفاقی خواهد افتاد؟ انتظار می‌رود اکثریت جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان ادامه یابد. در حال حاضر جمهوری‌خواهان با داشتن 218 کرسی دارای اکثریت هستند. انتظار می‌رود که بزرگترین تغییر بالقوه در مجلس سنا صورت گیرد. دموکرات ها با داشتن اکثریت کرسی های سنا کنترل آن را در دست داشتند. جمهوری خواهان برای کسب اکثریت در سنا نیاز به 6 کرسی بیشتر دارند و آنها امیدوارند که با به دست آوردن کرسی های جدید اکثریت را از دست دموکرات ها خارج سازند. نتایج انتخابات چه مفهومی خواهد داشت؟ در حالی که یک رئیس جمهور دموکرات در کاخ سفید حضور دارد، مجلس نمایندگان با اکثریت جمهوری خواه و مجلس سنا تحت کنترل جمهوری خواهان قرار خواهد گرفت و مجدداً یک دولت شقه در آمریکا وجود خواهد داشت. احتمالاً فلج بودن دولت موضوعی است که بعد از انتخابات میان دوره‌ای و شمارش آرای رای دهندگان حل و فصل نشده باقی خواهد ماند. انتخابات میان دوره‌ای امسال آمریکا گرانترین انتخابات در تاریخ آمریکاست. میزان پولی که در این انتخابات هزینه شده سرسام‌آور است. هزینه کل این انتخابات 3 میلیارد و 700 میلیون دلار خواهد بود. از این میزان 2 میلیارد و 700 میلیون دلار توسط کاندیداها و حزب آنها هزینه شده است. هزینه صورت گرفته توسط جمهوری خواهان مقداری بیشتر از دموکرات هاست. اشتباهات و بیعملی اوباما در برخورد با رژیم ایران، روسیه، داعش و سایر تهدیدها ضربه جدی به موقعیت دموکرات ها در آمریکا بوده است. فاکس نیوز میگوید تصمیم گیری های سیاست خارجی باراک اوباما باعث افت موقعیت دموکرات ها در آمریکا شد.
تأخیر بیشتر در متوقف کردن رژیم ایران در ساختن احتمالی بمب اتمی، حمله گستاخانه ولادیمیر پوتین به اوکراین، پیشروی‌های داعش در سوریه و عراق و عقب نشینی اوباما از مرز سرخ خود در تهدید بشار اسد در حالی که بحران فراگیر انسانی در سوریه ادامه دارد. اینها گوشه‌ای از ناکامی‌های اوباما در سیاست خارجی است. جان بولتون سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل متحد و کارشناس ارشد در مؤسسه آمریکن انترپرایز میگوید در این وضعیت هر دو حزب مقصرند. اوباما به امنیت ملی آن اولویتی که نیاز بود نداد. وی در 6 سال گذشته طرحی برای این موضوع نداشته است. جمهوری خواهان هم در این 6 سال اشتباه کردند که او را در زمینه امنیت ملی به چالش نکشیدند. فکر میکنم مردم آمریکا بسا جلوتر از رهبران خود میباشند. آنها بسیار عملی فکر میکنند. آنها خواستار آن هستند که افرادی که برای واشنگتن انتخاب کردند از کشور دفاع کند و از منافع آنان حفاظت کنند. و اکنون که دولت اوباما را میبینند فکر نمیکنند که رئیس جمهور کار خود را انجام میدهد. آنها شاهد ظهور داعش میباشند. در مورد بیماری ایبولا نگرانند. آنها در مورد امنیت مرزها نگرانند. آنها در مورد عدم کنترل بر تسلیحات اتمی نگرانند. آخرین نظرسنجی فاکس نیوز بسیار نگران کننده است. زمانی که از نحوه عملکرد اوباما در برابر داعش سوال می شود، 35% تایید می کنند، 56% مخالفند. زمانی که سوال می شود آیا به اندازه کافی در مقابل افراطیون شدت عمل داشته است، 71% می گویند کافی نیست. 13% می گویند درست عمل کرده و تنها 10% می گویند شدت عمل داشته است. آیا فکر می کنید این وضعیت باعث می شود که سنا و مجلس نمایندگان به دست جمهوری خواهان بیفتد؟ جان بولتون: من فکر می کنم در تعدادی از ایالت‌های کلیدی اینطور بشود. فکر می کنم مردم آمریکا بسیار آگاه‌تر از مجریان سیاسی خود می باشند. آنها می دانند که نظرگاه رئیس جمهور در مورد تهدید تروریسم بین‌المللی به وضوح غلط است. آنها می دانند که در عمل از ما حفاظت نمی کند. مردم آمریکا دوست ندارند ببینند که توسط تروریست ها گردن زده می شوند و پاسخی از جانب آمریکا نمی بینند. دوست ندارند ببینند که سفرای آمریکا و سایر آمریکاییان توسط تروریست ها کشته شوند و پاسخی از جانب رئیس جمهور نمی بینند. وزیر خارجه آلبانی بر مشارکت در جنگ علیه داعش تاکید می‌کند و می‌گوید ما در این رابطه از نزدیک با ناتو کار می‌کنیم. کشورهای بسیاری وارد ائتلاف ضد داعش شده‌اند، ولی متحد بودن آنها با این ائتلاف تفاوت‌های بسیار زیادی با یکدیگر دارد. برخی از کشورها تنها این شبه نظامیان را محکوم کردند و برخی دیگر دست به حملات هوایی زدند. برخی از کشورهای دیگر مانند آلبانی تجهیزات نظامی ارسال کردند. آیا شما می توانید حمایت آلبانی را برای ما توصیف کنید؟ دیتمیر بوشاتی، وزیر خارجه آلبانی: آلبانی به قطعنامه سازمان ملل متحد در مورد شبه نظامیان تروریستی خارجی پاسخ داده است و مطابق ائتلاف تحت رهبری آمریکا پاسخ دولت ما محکوم کردن بوده است. ما از ابتدا از عراق حمایت کردیم و یک بسته تسلیحاتی و مهمات برای آنها ارسال کردیم. ما علیه شبه نظامیان افراطی خارجی دست به اقدام زدیم و جنگ‌ها و درگیری‌های آنها در کشورهای دیگر را جنایت اعلام کردیم. ما همچنین استخدام، سازمان دادن و تأمین مالی شبه نظامیان خارجی را محکوم کردیم. یک نگرانی عمومی وجود دارد. به خاطر همین تمامی کشورهای بالکان به خاطر منطقه جغرافیایی که ما در آن قرار داریم در معرض این خطر می‌باشند. ما دست به اقدامات عملی زدیم. ما برای عراق یک بسته تسلیحاتی و مهماتی ارسال کردیم. ما داریم از نزدیک با متحدین خود در ناتو کار می‌کنیم. ما همچنین داریم در همین رابطه با دولت آمریکا از نزدیک کار می‌کنیم. این اولین باری نیست که ما به عنوان یک کشور ناتو در یک موضوع بین‌المللی شرکت می‌کنیم. Conference with
یک گروه ساخته و پرداخته رژیم ایران به نام خراسان که در سوریه مستقر بود و هدف حملات هوایی آمریکا قرار گرفت، هنوز به توطئه‌های تروریستی خود ادامه می‌دهد. گزارشی از CNN. جامعه اطلاعاتی آمریکا اکنون بر این باور است که دو تن از عوامل کلیدی تروریست که در شب شروع حملات به سوریه توسط آمریکا هدف قرار گرفتند، هنوز زنده هستند. باربار استار، خبرنگار CNN در پنتاگون می‌گوید جامعه اطلاعاتی و دولت آمریکا بر این باورند که این دو مرد احتمالاً هنوز زنده هستند. آمریکا در 22 سپتامبر و در اولین شب حملات خود به سوریه آنها را با موشک تاماهاک هدف قرار داد. البته آنها هرگز به طور علنی نگفتند که فکر می‌کنند این دو نفر زنده هستند. اکنون مقام‌های دولت آمریکا به ما می‌گویند که تقریباً 99.5% اطمینان دارند یکی از این افراد یا منطقه را قبل از حمله موشکی ترک کرده بود و یا اینکه در جریان این حمله زنده مانده و یا مجروح شده است. اما چرا این موضوع اینقدر مهم است؟ علتش این است که گروه خراسان متشکل از عوامل القاعده هنوز دارای کارشناسانی است که می توانند این نوع بمب‌های جدید را بسازند. بمب‌هایی که از طریق اسکرین‌های فرودگاه‌ها قابل کشف شدن نیستند. آنها همچنین توان آن را دارند که شبه نظامیان را به سوریه وارد و خارج کنند و به اروپا و احتمالاً به آمریکا برگردانند. لذا اکنون شکارچیان در تلاش هستند تا آنها را پیدا کنند. آنها کماکان از نظر آمریکا یک تهدید قریب الوقوع محسوب می شوند. این یک گروه کوچک متشکل از عوامل بسیار کلیدی القاعده می باشد که آمریکا بر این باور است طی سالهای گذشته از پاکستان و از مناطق قبیله‌ای به سوریه نقل مکان کرده است. خیلی از آنها از ایران عبور کردند. آنها به همراه خود متخصصان و عوامل ارشد القاعده را آوردند. سوسمار بیباک نام مانوری است که توسط ناتو برگزار می شود. سومین دوره از مانور نظامی سوسمار بیباک با شرکت واحدهایی از نیروهای نظامی ناتو و آمریکای جنوبی از اوایل نوامبر در سواحل ویرجینیا و کارولینای شمالی برگزار شده است. دریادار راک کرامر از نیروی دریایی ارتش هلند فرماندهی 8000 نظامی را در این مانور بر عهده دارد. فرمانده راک کرامر: روشن است که در جهانی در حال تغییر و دگرگون زندگی می کنیم، باید برای هر موقعیتی آماده باشیم. اینجا مشغول همین کار هستیم. دریادار گرگور بیکر از نیروی دریایی آمریکا با تشبیه صحنه عملیات به یک پازل درباره ویژگی این مانور می گوید به فرماندهان انعطاف لازم برای انجام عملیات داده شده است. هنگامی که فرمانده آزادی عمل را دارد، ما هم به عنوان افراد تحت امر توانایی لازم برای شکل دادن قطع پازل خودمان و در نهایت کمک از درون برای اجرایی شدن فرمان را داریم. مانور سوسمار بیباک از سال 2011 و به منظور افزایش آمادگی برای مقابله با تهدیدهای فزاینده جهانی برگزار می شود. در سومین دوره این مانور، سربازان و تفنگداران مانورهای ترکیبی دریایی هوایی را انجام می دهند. عواقب پولشویی و تبادلات غیرقانونی برای آخوندها و رژیم‌های مستبد همچنان دامنگیر دویچه بانک آلمان است. بیلان مالی دویچه بانک، بزرگترین بانک آلمان، در سه ماهه سوم سال جاری نشان می‌دهد این بانک در این مدت متحمل ضرر و زیانی معادل 92 میلیون یورو شده است. این در حالی است که در زمان مشابه در سال گذشته سود خالص این بانک به رقم 41 میلیون یورو رسیده بود. پرداخت جریمه و هزینه‌های بالای مربوط به دعاوی حقوقی و اختلافات قضایی در بالا بردن رقم ضرر و زیان این بانک نقش داشتند. دویچه بانک دو سال است که برنامه کاهش هزینه‌های خود و صرفه‌جویی اقتصادی را به مرحله اجرا درآورده است. در تیر ماه امسال اعلام شد دویچه بانک آلمان به داد و ستد دلاری
با رژیم‌های ایران و سوریه متهم است. مقام‌های دویچه بانک به خبرگزاری فرانسه گفتند در زمینه روشن شدن این پرونده با مقام‌های آمریکایی همکاری می‌کنند. تحلیلگران تخمین زدند جریمه دویچه بانک حدود 3 میلیارد و 300 میلیون دلار خواهد بود. فعال شدن این پرونده باعث افت شدید سهام دویچه بانک شد و این بانک را متحمل ضرر و زیان جدی کرد. تحقیقات در مورد سقوط سفینه ویرجین ادامه دارد. تحقیقات در زمینه سقوط سفینه فضایی مسافربری در آمریکا ادامه دارد. این سفینه که در اختیار شرکت ویرجین گالاکتیک متعلق به یک میلیاردر بریتانیایی به نام ریچارد برانسون بود، روز جمعه در حین پرواز آزمایشی در صحرایی در کالیفرنیا سقوط کرد. کمک خلبان سفینه در این حادثه کشته شد و خلبان که با چتر نجات فرود آمده بود به شدت زخمی شده است. کریستوفر هارت، سرپرست انجمن امنیت حمل و نقل آمریکا، میگوید تا زمانی که تحقیقات در جریان است، هیچ چیز سبب توقف پروژه پرواز و انجام عملیاتی که در نظر بوده نخواهد شد. اگر در مسیر تحقیقات موردی پیدا کنیم که قابل توجه باشد، تا قبل از اعلام گزارش نهایی به آن خواهیم پرداخت و مثل همیشه سفارش های لازم را خواهیم کرد. پزشکان میگویند خلبان سفینه که در بیمارستان بستری است، در شرایطی نیست که بتواند در مورد جزئیات و علت سقوط اظهار نظر کند. تا پیش از این حادثه حدود 800 نفر گردشگر فضایی برای سفر با این سفینه ثبت نام کرده بودند. آلمان میگوید اگر انگلستان بر مواضع خود اصرار کند، بهتر است از اتحادیه اروپا خارج شود. اختلافات بالا گرفته است. انگلستان میگوید با هدف محافظت از منافع ملی، خصوصا موضوع مهاجرت و جابجایی آزادانه نیروی کار در اتحادیه اروپا، حاضر به مذاکره و اگر لازم دید خروج از این اتحادیه است. اشپیگل به نقل از آنگلا مرکل می‌نویسد اگر لندن تنها به این دلیل بخواهد اتحادیه اروپا را ترک کند، آلمان اصراری بر ماندن انگلستان در اتحادیه اروپا نخواهد کرد. سخنگوی مرکل با بیان اینکه موضوع مهم جابجایی آزادانه نیروی کار در اتحادیه اروپا از نظر آلمان قابل مذاکره نیست افزود، مرکل حتی گفته است علاقه و منافع زیادی در مبارزه با هر گونه تخطی کنندگان احتمالی از جابجایی نیروی کار وجود دارد. وزیر دارایی انگلستان اما بر منافع ملی این کشور و برگزاری رفراندوم تاکید کرد. تلویزیون الجزیره گزارش داد در شهر بنغازی رزمندگان گردان تانک طرفدار ژنرال خلیفه حفتر با شبه نظامیان بنیادگرا درگیر شدند. نیروهای ژنرال حفتر ساختمان رادیویی این شبه نظامیان را محاصره کردند و آن را به تصرف خود درآوردند. نیروهای ارتش ژنرال حفتر به مقرها و محل استقرار سران سایر گروه‌های بنیادگرا حمله کردند. پس از گذشت بیش از 13 سال از تخریب برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی در نیویورک، بهره‌برداری از برج جدید این مرکز آغاز شد. برج جدید برخلاف برج‌های دوقلو واحد است و تک برج مرکز تجارت جهانی نام گرفته است. این برج 541 متر ارتفاع و 114 طبقه دارد و انتظار می‌رود تا اوایل سال آینده میلادی 3000 کارمند در آن مشغول به کار شوند. بنابر گزارش‌ها تا کنون 62% از دفاتر مرکز جدید تجارت جهانی اجاره داده شده‌اند. در شب پایانی هفته دهم سری آ، لاتسیو روم 4 گل به کالیاری زد. استفان ماری در دقیقه 6 رومی‌ها را پیش انداخت. بعد از آن میروسلاف کلوزه در ظرف 2 دقیقه دوبار دیگر برای لاتسیو گلزنی کرد. ادینسون برافلت هم در نیمه دوم به خودی گل زد و 1 گل کالیاری را جبران کرد. ژوال پدرو هم در دقیقه 6 پایانی برای بار دوم دروازه لاتسیو را باز کرد. اما ادرسون در دقیقه 92 صاحب گل 4 لاتسیو شد و تیمش را با 19 امتیاز در جایگاه سوم نشاند.
لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه: ائتلاف بین‌المللی که با داعش در حال جنگ است اکنون باید حلب که دومین شهر بزرگ سوریه است را نجات دهد. این شهر که سنگر اپوزیسیون است تقریبا در محاصره قرار دارد و رها کردن آن فاجعه بار است.